stage Michael Simon. Michael, come on out! موقعی که مایکل سایمون سرآشپز شناخته شده یونانی آمریکایی به استیج آمد، مردم برای وی کف زدند و از وی استقبال نمودند. مایکل سایمون به خاطر مهارتش در آشپزی مشهور است و در این نمایشگاه یکی از غذاهای خاص خود را معرفی کرد. مردم خوشحال به نظر می رسیدند و از چشک زدن غذاهای جالب لذت می بردند، مانند پنیر و چتنی و سایر غذاهایی که آنجا پخته می شد. یک تن از مدیران نمایشگاه آشپزی گفت بیشتر باشندگان محلی در ترتیب نمایشگاه همکاری کردند. All of these different stages happen in the pre-show. آماده کردن چندین استیج و نمایش‌های مختلف نیاز به یک تیم بزرگ نیز دارد. من مسئول تیم 100 نفر داوطلب از مکاتب آشپزی و برنامه‌های کالج در واشنگتن هستم که در این آخر هفته با ما هستند. آنها وقتشان را در اختیار ما گذاشتند و کسانی که نمایش دارند برایشان کمک می‌کنند. نمایشگاه آشپزی مرکز همایش واشنگتن چند سر آشپز و برنده های جایزه آشپزی جیمز بیرد و بیشتر از 100 فروشنده محلی را در این نمایشگاه جایگزین کرده بود. وقتی در مورد آشپزی خاص آمریکایی‌ها پرسیدم، گفتند کباب و آشپزی سبک. یکی از چیزایی که در فرهنگ آمریکایی‌ها بخصوص در غذایشان آشپزخانه‌شان وجود داره سرکه است. اما سرکه فقط از انگور نیست، سرکه از چیزهای مختلف درست میکنند، مزه مختلف درست میکنند و جزء فرهنگ آشپزی آمریکایی است. تعداد از بازدید کنندگان از شهرهای مختلف آمریکا برای دیدن این نمایشگاه آمده بودند تا طعم غذاهای مختلف امتحان کنند و انواع تولیدات جدید خوراکی را نیز خریداری کنند. ما امروز رسیدیم، 7 غرفه مختلف را دیدن کردیم و امسال سومین بار است که مانند هر سال بعد از ساعت رانندگی اینجا میاییم. ما انواع مختلف غذا را امتحان کردیم و همیشه با 2 یا 3 خرید مواد خوراکی تازه که میخواهیم امتحان کنیم از اینجا برمیگردیم. از جانب دیگر، اکثر آمریکایی ها آشپزی سبک و انواع بهتر خوراکی را دوست دارند و میخاطر مجله کوکینگ لایت یا آشپزی سبک با بهترین طرز پختن غذاها مشهور است. اما این غذاها آمریکایی هستند؟ بهترین رسیپی یا طرز پخت غذاهایی که در مجله ما پرخواننده است، غذاهای سنتی آمریکایی نیستند. در این مجله انواع غذاهای مشخص کشورهای همچو پرو، ایتالیا و یونان معرفی شده، اما برای مشتریان خود کمک میکنیم تا مشخصه یا برند هر غذا را بدانند که ما برایشان معرفی میکنیم تا پخت و پز غذا را برایشان آسان تر بسازد. نمایشگاه آشپزی نه تنها بر امتحان طعم غذاهای مختلف بود و بلکه تعداد برای کسب تجربه بهتر در رشته مسلکی آشپزی آمده بودند. با یکی از محصلین مکتب آشپزی معرفی شدم که از رشته اقتصاد با آشپزی روی آورده است. من علاقه‌مندی خود با آشپزی دنبال میکنم. در این مکتب انواع تکنیک ها برای پختن غذاهای مختلف یاد میگیرم، بخصوص قطع کردن که بسیار در پختن غذاهای مختلف مهم است. در نمایشگاه آشپزی واشنگتن انواع تولیدات جدید برای آشپزی بهتر نیز معرفی میشد. از جمله آشپزی سبز، نوع جدید ظرف آشپزی که روی آن با سرامیک یا یک نوع شیشه ساخته شده است. این نوع ظرف آشپزی چندین مفاد دارد. اولی که در او هیچ نوع مواد کیمیایی کار گرفته نشده. دومی که شما روغن کم مصرف میکنید که به سطح آن نمیچسبه. برای کسانی که مواظب هستند زیاد چربی نخورند، این نوع ظرف ها با آن که طعم غذا را تغییر نمیدهد روغن کم مصرف میشود. در یکی از غرفه های نمایشگاه غذا، یک جفت اندونزیایی غذای حلال اندونزیایی را نیز به نمایش گذاشته بود. کتاب های آشپزی که در آمریکا معروف از نیز جزء این نمایشگاه بود. ژیلا ناصری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.